28 ژانویه 2011. درود به همه دوستان گرامی. من از دیروز به خاطر سخنان جناب دکتر منوچهر شجاعی در تلویزیون واقعا افسرده هستم. همونطوری که می‌دانید جناب دکتر فروتن بارها در مورد علت شکست‌های 32 سال قبل در تلویزیون صحبت کردند. همینطور صدها بار گفتند که جز یک اصل و 5 هدف تمام اصول نهاد مردمی قابل تغییر هستند. من خودم با بکار بردن اسمای عربی بسیار مخالف هستم، ولی این دلیل نمی شود که در تلویزیون آقای دکتر شجاعی چنین سخن بگوید. ما نباید فراموش کنیم که دکتر فروتن و بقیه دوستان چقدر زحمت کشیدند، چقدر وقت صرف کردند و چقدر هزینه پرداخت کردند. هنوز کار شروع نشده، نباید اون را به باد داد. ما باید از تاریخ درس بگیریم و کمی خود را با سیاست آشنا کنیم. هر چی که ما بگوییم اگرچه هم درست باشد، ولی نباید اجباراً برای نهاد مردمی هم مفید باشد و همینطور برای کشور عزیزمان ایران. من چندی با اعضای زیادی از نهاد مردمی به طور جداگانه صحبت کردم و میدانم که بعضی از نواقص وجود دارد، ولی یک روزه نمیشود اونها را برطرف کرد. من با جناب بهرام آینه و آبتین آینه کاملا موافق هستم، ولی نظرات این دو نباید در تلویزیون لایف مورد گفتگو قرار بگیرند. احتیاج به زمان است. سروده یک جوان ایرانی نباید باعث این جنجال شود. تولرانس کجا رفته؟ من عقیده دارم که خیلی خوب بود به جای اینکه تمام اعضای نهاد مردمی در مورد کلمه‌های فارسی ابراز نظر کنند، شخصیت برجسته‌ای مثل آقای آبتین آینه در مورد اون تصمیم بگیرد. ولی متأسفانه این کار نشد، ولی میشود اون را بعدا انجام داد. در مورد سخنان دوست عزیز رپوبلیکن، من کاملا با او موافق هستم که میگوید موسوی کروبی باید با ما باشند، نه اینکه با ما نباشند. من با سخنان دیروز جناب مهندس چاوشی کاملا موافقم که گفت چرا باید همه چیز را به گردن دکتر فروتن انداخت؟ چرا ما خود کاری نمی کنیم؟ پدر بزرگ من همیشه میگفت برای اینکه یک دوست پیدا کنی باید 2 سال کار کنی، دشمن را فقط با یک جمله داری. من با این موافقم که حسن و حسین و علی و محمد چیز را به ما یاد ندادند، ولی اطمینان دارم که هنوز در ایران 10 میلیون ایرانی وجود دارد که به این اشخاص اعتقاد دارد و ما باید با این 10 میلیون کار کنیم و به اونها احتیاج داریم، چون این 10 میلیون حاضرند در حال حاضر برای حسین و علی و محمد جان خود را بدهند و از رهبر نادان خود حمایت کنند. ما نباید منفی باف باشیم و اشکال تراش باشیم و با زور دنبال چیزهای منفی بگردیم. ما خیلی کارهای مثبت انجام دادیم که باید به اون ببالیم. سخنان دیروز آقای دکتر شجاعی واقعا به نهاد مردمی در تلویزیون لطمه بزرگی زد، ولی خوشبختانه این جبران پذیر است. ما نمیتوانیم در یک شب تمام مشکلات را حل کنیم. همونطور که دکتر فروتن گفت، در شنبه آینده میتوانیم در مورد این مشکلات صحبت بکنیم و نظرات خود را بدهیم. من و ما در مقابل کشور عزیزمی ایران چیزی ناچیز است. من و ما میاییم و میرویم، همونطور که کوروش بزرگ، داریوش بزرگ، سعدی، حافظ، فردوسی، خیام و دیگر بزرگواران آمدند و رفتند. این ایران است و ایرانی که مانده است و باید در ردیف اول قرار بگیرد، نه من و ما. مشکل اصلی ما ایرانیان را دیروز آرش معتدی عزیز به طور کامل بیان کرد. هدف من از این گفتار این است که دوستان بیایید به خاطر ایران و 70 میلیون زندانی در آن از نظرات شخصی خود به نفع ایران دست بردارید، نه به نفع دکتر فروتن و نه به نفع نهاد مردمی، بلکه به نفع ایران. خواهش میکنم به خاطر گفتن جملات ناخوشایند در دفاع و اتاقها کسی را ترد نکنید. شانس دوباره و سه‌باره به او بدهید و اتحاد را حفظ کنید. فراموش نکنید که نهاد مردمی را یک حزب تشکیل نمیدهد. عقاید مختلف و گروه های مختلف در این نهاد هستند و نمی شود با یک صدا صحبت کرد و بنابراین ما باید تحمل کنیم که دیگران عقیده دیگری دارند. زنده باد ایران و ایرانی، زنده باد اتحاد و همبستگی.